شوهرم مریض هستم، نمیتونیم دیگه چیزی که دست خانه و یای ما بود همش سودا کنیم. ما فعلا نان خوردن یا نداریم و بسیار وضعیت زندگی قرار داریم. هره روز هم خلایش گشنه مونده بودم، هر دست گشنه مونده بودم، دیگه دوان نبود چیزی که دخانیم بود. اموارم دادم سودا کنیم و فعلا هیچ چیز نداریم. به نام یاد خدا. سلام و هزاران سلام دوست عزیز، امید که هر گوشه و کنار دنیا هستین خوب و صحتمند و سر حال باشین. باز هم من مریم هاشمی در خدمت شما. چند قبل در برنامه قبلی هم گفته بودم که ما با برنامه های متفاوت میایم انشاءالله در خدمت شما قرار میگیرم. قسمی که امروز میبینین ما امروز آمدیم به خاطر مساعدت کنار یک فامیل هستم، خانواده که واقعا خیلی نیازمند هستن و تا جایی که خودشون گفتن شوهرشون مریض است و همچنان مشکل داره و با چند طفل که دارن، فکر کنم 5-6 تا طفل دارن و در جایی که زندگی میکنن خانه است که اینجا کرایی است و چند ماه میشه که کرایش نداده. من امروز اومدم که درد دلشون رو بشنوام، از درد دلشون به شما به تصویر بکشم، ببینین که مردم ما همه تن ما به چی وضعیت است، به چی حالت است، تا ای که شما همه تن عزیز ما که کسانی که برنامه ما رو میبینن بتونن دست یاری بگیرن و کمک داشته باشن. سلام بر شما خاله جان، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ تشکر، شما خوب هستین؟ قربان تو، سلامت باشین. چطور است روز روزگار حالت؟ روز روزگار ماست، میبینی بینی حالت زندگی هستم. شوهرم مریض هستم، نمیتونیم دیگه چیزی که دست خانه و یای ما بود همش سودا کنیم. ما فعلا نان خوردن یا نداریم و بسیار وضعیت زندگی قرار داریم، بسیار سخت تمام میشه. خب خیلی خیلی خاله جان، یه نکو چالیگری میکن فیلن بیکار است دیگه. میبینی خودتانم آگاهی داری که مدیر چی وضعیت زندگی قرار دارم. دوست عزیز و گفتنم را شاید بگوین وقتی که آمدن مرام دیدین. ما در اول پرسیدیم، گفتم خانه از اینا که هست، منزل اول زگه البته بگوین تا که گفتم میشه اینجا میشینه و همچنان فکر کنم صفاکاریش هم میکنین. نه صفاکاریش هم چند کرایه میتین از اینجا؟ از اینجا 5000 کرایه میتین و چند ماه شده ما توانش را نداشتیم که بتین. نه خیلی نیانوست میگه بر ما باید قرار آمده بود که زودتر بودیم. ما بسیار برش گفتم من خود ندارم حال توان، شرم به این وضعیت هست، یک چند وقت بر ما وقت بده تا یک خدا آن یک روشنی شکنه. آرادکایتان چند دانه هست؟ آرادکای ما 5 تا هستن و مکتبم نمید. وقتی که مکتب میگم برام میگم مکتب چه قلم کردانم اونجا هم سینفی هایم سرم خنده میکنن و فعلا بچه های که مثلونم گک پلاستیک فروشی میکنن دیگه. نم ندارم توانشان دختر که هایم مکتب نمیدم. خود چطور از بخانه چیز بخوردن داری؟ ندارم. نه خیلی ما فعلا هیچ چیز نداریم. از ما یک شاگر یک روز میشه آلوده میدم هر چی میخوایم و نون ندارم. برشان بسیار روزگار زندگی ما پیش میرم. خودت تو اقدام نکدی که بری جای کار کنی؟ نه خیلی میمه اولادای خدا کجا یکی باشه سرپرستی از اینا رو بکنه اینا خسر. آره واقعی از سخت از نامک چیز شیری نگو نامه خیلی کارینا جان. مکتب میری؟ نی اینا دیگه بخیلی دام نزدیک هستی تصمیم داری چی میخوایی چی دلت میشه بس میگیریم. کالا خب بریدید بخیر یک جور کالا میگیریم سر امید باشد، درست است؟ از امتنان عزیز ما چی میخوایی خواستی چیه؟ میخوایی مکتب برم. میخوایی مکتب برم.
بیا انشالله خدا مهربان است. مادر جون از درد دلتان بگین است که چقدر وقت میشه که در حالت هستین و قسمی که دوست عزیز ما آمدیم با قسم شما هم میبینین برای خانهشان یک موکیت است که اصلا برای ازی بشینی درد میگیره پایدم جایی است که درست است که یک سرپناه هست اما کاملا روی خانهشان لچ است و از زندگی کردن مشکل است و طفلای خورده ریزه هم داره. شوهرتان کاربار نمیکنه؟ نه خیلی نه تا حالت نیست کاربار کنه. برای میگن تداوی کنه پس اما مصارف که بود ضرورت داره من نمیتونم برای مصارف از اون داده. چی مرضی داره؟ معتاد شده. معتاد است؟ بله. بستر چیز نکنه؟ نه خیلی نیگه اون هر چیز پول کار داره. تو کدام کمک چیز نامده از طرف؟ نه خیر نمیدگه نه نه هیچ کس بر ما فعلا هیچ کمک نکنه. ما بسیار کسی رو که بگویم دلسوزی نمیکنه. ما هم اینجا صبر خدا رو کرده اولاده خدا گرفتیم ششتیم. چرا؟ چی میگه؟ طفل خودتان فکر کنیم بچه یک تانسته؟ آه میگه یک طفل خودتان هست. حالا که دیگه هید نزدیک است طفلا خواهشات زیاد میکنند نمیفهمند چون روز روزگار چی میخواهند طفلایت و نمیگن ات کدام وقت شده که نان خواسته باشه و هم چیز دلشون شده باشه و تو نتونی میتونی بگی کمی مادر خواهد؟ بله یا وقتی در بیرون میگن مادر ما این کالا رو نمیپوشیم برای ما لباس نه من نمیتونم تقلیزای ما رو پنیم. هر یه روزم خلایش گشنه مونده بودم از است گشنه مونده بودم دیگه توان نبود چیزی که دقانیم بود اموارم دادم سوگر و فعلا نمی هیچ چیز نداریم. در دوار است گلوی آدم بغض میگیره وقتی به این وضعیت به این حالت یک هموطنت میبینی و نمیتونیم که دست یاری بگیریم یا همون توانش نیست که از کسایی که توانش دارن و میتونن ما یک وسیله هستیم برشان میرسانیم. از شما هموطنان عزیز که میبینین درد فامیل میبینین که نادار است اما چار هستن کمک میخوایم که دستی فامیل نیازمنده بگیرین. قسمت دخترک شیشته که گریه داره چشماش عشق شده میخوایم ازش بشنویم چرا دلیل گریش چی است. بیا قند خوراک میتره بیا بگو چرا گلونت پر شده و گریت گرفته؟ چون من خوردن ندارم. مشکلات زیاد هست خدا میره بال است. چی میخوای؟ چی آرزو داری؟ دانده چی شوی؟ دانده دکتر. انشاءالله بخیر میشیدم. خب اما تنون عزیز قسمه که شما درد و رنج و فامیل ما به تصویر میکشیم دیدین واقعا که نیازمند هستن از شما میخوایم که کمک کنین. در پایین از این ویدیو نمبر تماس ما هست انشالله تماس بگیرین و منتظر لایک هایتان تماس هایتان و کومنت هایتان هستیم. انشالله ما در خدمت هستیم میتونین کمک داشته باشین. ما یک کل ارتباطیستیم میانه شما و اینا تا برشون برسانیم و کدام پیام گفتنی داشته باشین امتران عزیز ما در خدمت شماست. تشکر از این برنامه تان که آمدی از درد دل غریبا بیچارا آگاهی بر مردم میدی. زیاد تشکر. سلام علیکم. اما عزیز تشکر از اینکه تا اینم با ما همراه بودین. انشاءالله منتظر برنامه های دیگر من باشین. ما در هر سر کابل میریم چی از هر منطقهش که باشه فامیل هایی که واقعا نیازمند هستن ما با تصویر میکشیم تا کمک که هست برشان برسه. باز هم تشکری خاص میکرم از هموطنان عزیز مکمش وقت با ما همراه بودن و کمک کردن دست خیر یاری رساندن. شما رو به لاپاک بی‌نیاز میسپارم. وقت شما خوش علایانه دارشون.